بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. فرا رسیدن دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی افغانستان را به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان و به تمام امت اسلامی تبریک و تهنیت و بشارت باش عرض می کنم. اجازه می خواهیم از بزرگانی که در این محفل حضور دارند، معاون محترم اداری ریاست الوزرای امارت اسلامی، وزیر محترم امور خارجه و رئیس دستگاه دیپلماسی کشور و وزیر محترم تجارت و وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ، رئیس محترم اداره امور، وزیر محترم شهرسازی، رئیس محترم اداره امتحانات، وزیر سابق تحصیلات عالی کشور و معین محترم وزارت شهرسازی جناب استاد بامیانی و همه علما، بزرگان و مقامات بلندپایه امارت اسلامی که در این محفل حضور دارند. وقت شریف شما را من نمیگیرم، هم یک کمی مریض هستم، چون فرمودن صحبت کنید چند دقیقه بسیار مختصر میخواهیم در ارتباط با موضوع امروز خدمت شما صحبت داشته باشم. من میخواهیم که از یک زاویه متفاوت تر در ارتباط با پیروزی امارت اسلامی و عوامل و پارامترها و متغیرهای تاثیرگذار در این پیروزی را به صورت فهرستوار خدمت شما تبیین بکنم. مهمترین پرسشی که امروز در محافل سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای افغانستان، منطقه و جهان مطرح است است که امارت اسلامی چطور تانست بر بزرگترین قدرت دنیا و بر بزرگترین نیروی نظامی و امنیتی جهان فائق شود و در نهایت پیروز شود. این سوال بسیار کلیدی هست. چند تا فاکتور یا متغیر تاثیرگذار در ارتباط وجود داره که اولین پارامتر در پیروزی امارت اسلامی پارادایم جایگزین است. به این معنا که امارت اسلامی قبل از اینکه در جبهه نظامی و در نبرد سخت افزاری بر دشمن پیروز شود، در نبرد گفتمانی پیروز شد. با ارائه پارادایم جایگزین تانیست افکار عمومی و مردم افغانستان در پیرامون گفتمان امارت اسلامی سازماندهی و ساماندهی کند. بر اساس رهیافت‌های علمی هم گفتمان‌ها همیشه در حال نبرد و در حال جدال و مناقشه و منازعه هستند در هر جامعه ای. در نهایت گفتمان پیروز میشه که ارزش‌های خود را بتوان در معرض داوری و سنجش افکار عمومی قرار بده. ارزش‌های گفتمانی که امارت اسلامی تانیست در
قابلیت اعتبار و قابلیت دسترسی از او نقش برجسته و برازنده ایفا بکنه، پایان اشغال به دست آوردن آزادی و استقلال و حاکمیت ملی به مفهوم واقعی کلمه بود. طی 20 سال گذشته افغانستان یک کشور اشغال شده بود. سرنوشت سیاسی مردم افغانستان توسط بیگانگان رقم می‌خورد. دیگران بیگانگان برای ما و به جای ما تصمیم می‌گرفتند. بنابراین امارت اسلامی گفتمان را مفصل بندی کرد که او گفتمان حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و خود ارادیت ملی را به تصویر می کشید. مهمترین منظومه فکری گفتمان امارت اسلامی پایان اشغال و به دست آوردن استقلال و آزادی کشور بود. اینجا بود که پارادایم جایگزینی را که امارت اسلامی مطرح کرد در برابر نسخه خارجی لیبرال دموکراسی تانست افکار عمومی را متوجه خود بسازد. لیبرال دموکراسی را که به عنوان یک پارادایم یا شفت پارادایم قدرت‌های غربی برای مردم افغانستان به عنوان یک نسخه قابل قبول و به عنوان یک الگو در دنیای اسلام ارائه کرده بود، عملا در برابر پارادایم جایگزین و گفتمان امارت اسلامی عقیم و ناکام شد. از نظر کاربردی هم انتخابات تقلبی و جعلی که در افغانستان شکل می گرفت کمک کرد به ای که این رهیافت در مردم افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره که لیبرال دموکراسی نه با ارزش‌های تاریخی ما سازگاری داره، نه با داده‌های ملی ما، و نه میتونه ترقی و تعالی و توسعه را برای افغانستان برمغان بیاره، چون شقاق و چند پارگی که در او نظام لیبرال دموکراسی وجود داشت هر روز باعث گسست و گسل میان مردم افغانستان میشد. و اینجا بود که در واقع گفتمان امارت اسلامی در یک نبرد گفتمانی قبل از اینکه در جبهه نظامی پیروز شود در قدرت معنایی و در جاذبه معنایی خود به پیروزی دست پیدا کرد. بر این اساس بود که زمینه شکست نظامی گفتمان رقیب در صحنه نبرد هم به تدریج فراهم شد. ای اولین پارامتر بود که من خدمت شما مختصر توضیح دادم. دومین فاکتور تاثیرگذار که در پیروزی امارت اسلامی نقش مهم ایفا کرد کارگزاران امارت اسلامی بود. یعنی عامل اولی که من توضیح دادم به مفهوم ساختار است، چون گفتمان ها از نظر ساختاری با هم رقابت می کنه. اما در متغیر دوم بحث کارگزار می تانه مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. کارگزار من ساده برای شما تبیین بکنم، یعنی رهبران امارت اسلامی که جبهه نظامی و گفتمانی را مدیریت و مهندسی می کردن. وقتی مردم مقایسه می کردن بین او کسایی که در او زمان در کابل حاکمیت داشتند و رهبران جهاد مردم افغانستان که بزرگان امارت اسلامی بودند، به این درک می رسیدند که او حاکمایی که توسط خارجی ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گرفتند در فساد آلوده بودند، در غصب زمین نقش داشتند، در چپاول دارایی عامه نصب و سهم داشتن و همچنین در چند پارگی مردم افغانستان هر روز نقش منفی را ایفا می کردن. اما از این طرف رهبران امارت اسلامی مردم مدار، دارای تقوای سیاسی، دارای
زیست مؤمنانه و ساده زیست و همچنین در پرتو اجماع ملی و اتحاد ملی و در پرتو پیوست مردم افغانستان به جای گسست مردم افغانستان عمل می کردن. به این دلیل بود که جبهه امارت اسلامی در دوره جهاد نه منحصر به یک قوم بود، نه منحصر به یک زبان بود، بلکه تمام مردم افغانستان را در بر می گرفت. و شما شاهد بودین که از میان تمام مردم افغانستان در جبهه نبرد علیه اشغال حضور داشتن. ای خودش مهمترین پیام بود، در حالی که در کابل کسانی که قدرت در اختیار خود داشتن، شما شاهد بودین که هر روز بر نفاقهای قومی و زبانی افزوده می شد و هر روز فرایندهای گسست و گسل را در درون جامعه افغانستان فربه می کردن. اینجا بود که در عرصه کارگزار غیر از ساختار هم رهبران امارت اسلامی بسیار دقیق، هوشمندانه و عالمانه عمل کردن و این مسئله در پیروزی از اینا نقش مهم ایفا کردن. ما فراموش نمیکنیم که چطور در یک روز یک حکمی از یک مقام حکومتی اعلان میشد، توسط مقام دیگر او لغو اعلان میشد. چطور یک نفر منصوب میشد، توسط رقیب 6 ماه حکمش معلق بود. چطور حتی از شامپوها و اکرامیه ها هم در واقع سرقت و دزدی صورت میگرفت. فساد در تمام تاروپود نظام لیبرال دموکراسی مورد حمایت غرب رخنه کرده بود و او کارگزاران با کارگزاران امارت اسلامی که امروز در این مجلس حضور داره اصولا قابل مقایسه نبود. اینجا بود که مردم در واقع مراجعه کردند به کارگزاران امارت اسلامی در کلان شهرها، در قریه ها، در روستاها، در کنار مجاهدین قرار گرفتند و یک رستاخیز و نهضت کلان ملی را در برابر اشغالگران و متجاوزان رقم زدن و باز تولید کردند که در نهایت به پیروزی جهاد مردم افغانستان منتج شد. سومین و آخرین متغیری را که من خدمت شما اشاره میکنم و عرض خود خاتمه میبخشم، حضور مردم در صحنه بود. یعنی غیر از ساختار، غیر از کارگزار، بحث مردم هم بسیار مهم است. به این دلیل که این پیروزی، پیروزی مردم افغانستان است، پیروزی یک تشکیلات نیست. مردم افغانستان در دوره جهاد در کنار مجاهدین بودند، ورنه امکان نداشت که یک نیروی 50,000 نفری بزرگترین توان نظامی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان را به زانو در بیاره که ناتو باشه. چون مردم حمایت میکردن از مجاهدین، از ارزش‌هایی را که مجاهدین باستاب میدادن، بنابراین این جهاد با پشتوانه ملت افغانستان به پیروزی رسید و اکنون نیز مردم در کنار نظام قرار دارند. بعضی رسانه ها که از بیرون کشور مدیریت میشه، میخواهد فاصله بین نظام و مردم را روز به روز افزایش بده و این به دلیل عدم آشنایی و عدم درک درست از واقعیت های اجتماعی و ژئوپلیتیک و ژئوکالچر افغانستان است. مردم افغانستان همونطور که طی 20 سال در کنار بزرگان امارت اسلامی بودند، در حال حاضر هم از نظام اسلامی خود حمایت میکنه. البته مطالبات هم داره که اون مطالبات هم به تدریج مورد توجه قرار میگیرم، اما هیچ قدرتی نمیتونه بین مردم و نظام گسست ایجاد بکنه. این نظام با قربانی مردم افغانستان به پیروزی رسیده و با حمایت مردم افغانستان ماندگار، مانا، پایا و پویا خواهد بود. اما یک نکته اساسی که برای ما مهم است است که دشمن تلاش میکنه از طریق جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی اتحاد ملی ما را دچار گسست کنه و این یک نکته بسیار مهم است. همه ما به خصوص نسل جوان کشور باید توجه داشته باشه که تحت تأثیر تبلیغات منفی دشمن قرار نگیره. افغانستان مستقل، افغانستان متحد، افغانستان مقتدر، افغانستان آزاد و آباد میتونه تأمین کننده منافع تمام مردم افغانستان باشه. بنابراین تمام تلاش ما باید
ای باشه که اتحاد و یکرنگی ما همچنان حفظ شوه و ما همونطور که افغانستان آزاد ساختیم با اتحاد و یکرنگی خود افغانستان آباد بسازیم. زنده باد افغانستان، پایدار باد اتحاد و انسجام مردم افغانستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.